بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا با تقدیم سلام عرض ادب خدمت همه علاقمندان برنامه دستان مهربان و بیننده های عزیز تلویزیون جهانی خورشید، امیدوار هستم که ایام به خیر و عافیت سپری کنید و از گزند روزگار در حفظ امان پروردگار یکتا باشید. دوستان عزیز، باز هم الله متعال سپاسگزار هستیم که توفیق عنایت کرد تا با تقدیمی که دیگر از برنامه های دستان مهربان در خدمت شما عزیزان قرار بگیریم. امیدوار هستم که تا پایان برنامه همراهی مان کنید و از داشته های برنامه و بخش های مختلف برنامه استفاده کنید. خب، به همون طوری که شما میدانید در برنامه ما معمولا با خود میمان های عزیز و گرانقدر می داشته باشیم. در برنامه امشب هم یک تن از شخصیت های محبوب ملی کشور و کسی که همه ما شما با چهره و نام و نشان از آشنا هستیم و شاید بسیار کم کس باشد که در کشور عزیز ما خارج از کشور ایشان را نشناسد، محترم الحاج وکیل صاحب سید احمد سیلاب مهمان برنامه امشب ما هستند. جناب وکیل صاحب سلام، وقتتان بخیر، شما را خوش آمدید میگم به برنامه. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین، خوش آمدید. مننه در سنه مخک تاسو ستاسو د تلویزیون ټول مینوال تا او ستاسو د تلویزیون تخنیکی و ادارې هم کرام ته سلامونه درنشت، وخت مو بخیر. وعلیکم السلام، تشکر. خب جناب وکیل صاحب، قبل از اینکه برنامه را شروع کنیم ما د می فکر بونیم که شما را به کدام نام صدا کنیم، وکیل بیوا و یتیم، وکیل مجردا، ملا صاحب مجردا، آجی صاحب مجردا، آجی صاحب سید احمد سیلاب، کدام نوم شما مشاهر نما و القاب زیاده داری؟ دقیقا جلا جلا یا دستار لری؟ بله. چه وقت چه زپا ویلایتی شورا که وما پاغذای که او بیا پارلمان تراغ للم بیا وزل و کندو ایتیمان و سر مکومکونه کولا او خپل پلاس بانیم تراغه تر کورو پر وڑلا. نو پاگه وقت که ده کنجو ایتیمان و ده بیوزلو ده وکیل لکب خلگو را کوی پسلی نما کسانو دیر نپیجنده لما ده کنجو ده ایتیمان و ده بیوزلو وکیل حکومت سکوت وکیه مور کندار سکوت وکیه بیادزینی دوستان دیرو تماس ونیوی ده کابل سخه چه جردزان کابل تراور سوا دلتا ده تالیب پنام بانی کورون چوریجی او جرده دا مشران سر تماس ونی سموش پا کورو کینو سر آتالای زد دا کندار چخه ما حرکات وکی پر لاری باندی دا شاری صفات چرا ورسیدو پا دا غزای که تلاشی شروع دی نو ما مخ پچکری دی دا یو طالب راغی ما توایی وای مخ دی دا چیش دا پارا پچکری دی ما بیری رو عمومی آفا سوی دا ایچوک جاغ ندر تکی مخ لچ که دیلی چی دا بیری دا خاطر مخ ندی پچکری داغ دوری دی پر لاری ز اساسیت لرم داد دورو سر پازابی می نو ماتویل چی آگه خبر نه داد بیری بیری جیم ماتویل چی آن وی ولتی مخلص که چیزو گورم چی تکم یا ولورت با چارواکی خویه داد خبرت سه دی معلومه داد ماتی مخور تلاش که یه دچی داغ سراغ دستی را بانی وینی وی چی داشت سراغ تو کتلا بیاد پیکر وکی وکی بیاد دوم پلاداسی ماتویل چی داد سراغ دستی دی رو نه دیاره تیزه دسترگی دی را رنده کری دا دریم پلا د مجردانو وکیل صاحب را کړه زه چې کښېنه سوم بیا په مخابره کښې غږ وکړله چې مجرد مخلوقه ځان را ورسوي د مجردانو وکیل مې درته را ټینګ کړی دی د هغه څخه وروسته نو بیا چې په هر دلته یې ډېره مینه یې وکړله چا هندوانه چا خټکۍ چا جوس را وړله چا انرژي را وړله طالبانو عکسونه پلمبرداری په دا شپه کې بیا مو اجازه ځینې واخیستله تقریبا یو څو کیلومتره وروسته چې بیا بلې دغه ته راغلو تلاشۍ ته راغلو ډېر موټران یې درولي دي اخر دا یو طالب غږ وکړي وایي په موږ دې دا خلک نه زیروي ټوله موټران دي په موږ نه تلاشي کوي دا د مجردان وکیل دي خپله را تاسې موږ حساب ورسره لرو بیا بیا هلته ګیله کوله چې ښه نو تا ولې موږ ته واده نه راکوئ اوس دې یو څوک تا زموږ څخه خلاص کړي خندل بیا بیا هلته بیا بیا چای راوړلې و چې کای چې دا هر ځای به تللو د یو ځای څخه چې بیرته به بل ته بیا نو دا د مجردان د وکیل نوم پوخ سو او پاته سو د ملا صاحب د ځینې برنامې دي چې زما ډېره ښه لنګوټه زده ده لنګوټه تړلی سمه نو بیا چې ویتړمه بیا هیڅوک باور نه کوي چې دا بغیر د ملا صاحب بل څوک بیا موږ چې به د یو چا سره کومک کوو یا به مو خوشخبري ورکوله چې ستا زوی د ډله ییز واده په لیست کې دغه سو شامل سو نو بیا به هغه ایجان زه په غېږ کې وینم ملا صاحب مجردا دا بیا زاره وراباندې ملا صاحب مجردا
بله. او حاجی صاحب مجرده بیا یو بل ځوان و ما مخ دغه کړی و ماسک مې وهلی و یو برنامه و بیا په برنامه کې چې دا مخ مې ای د مجردانو حاجي صاحب راولاړ سو زما سره دغې هغه بیا یعنی دغه هر نوم یې خپل ځان ته یو داستان بیا تاسو چې په هر یو کې تشکر درته اسانه وي هغه صحیح ده بخیر باشه حاجي صاحب شما ابتدا در قندار ضمن کمک هایتان و در فصل زمستان با هموطنان فقیر و مستحق ما فعال بودین کمک کردین برعکس سایر شخصیت هایی که در وقت نظام سقوط کرد کشور را ترک کردن چه انگیزه برتان سبب شد که شما اینجا باقی بمانین و در کنار مردمتان باشین بسیار یک سوال خوب و جالب کردین بله. چند سبب بود اولی که وقتی که ما قرضدار محبت های مردم ما بودم بله وقتی که ما خود کاندید میکردیم 42 میلیونر در مقابل ما کاندید بود تنها میلیونر 42 میلیونر بود که در مقابل ما کاندید بود یک کلگیش تجارا و کلگیش شرکت ها داشته باشید همین مردم بود که از ما شخصیت جور کرد همین مردم بود که برای ما محبت داد همین مردم بود که برای ما احترام گذاشت همین مردم بود که ما را مطرح بحث کرد همین خدا بود که برای ما عزت داد همین مردم ما بود که سبب عزت ما شد دیگه این به فکر ما زما په فکر باندې یو څلور می د ولس په حق کې جفا او کنداري امیانه لهجه وایم چې دا یو څلور لانزوانی میګنله چې په داسې حالت کې چې ولس په روحي او روحاني تکلیف باندې اخته دی او تر هر وخت و یو چاته ضرورت د یو چمبرستي ولسنوي ته ضرورت لري او ته بیا خپل د ځان د خوشي سکون او د ژوند د بقا په خاطر باندې خپل ځان او اولادونه باسي او دی یوازې پرېږدي دوم خبر دا د دوم سبب دا و زما وینه د ایچا د ایچ افغان تر وینه به ارزښت نه ده زما د مور وینه زما د خور وینه زما د میرمنې او اولادو مینه د ایچ افغان تر وینه پر رنګ نه ده او به ارزښت نه ده څه شي څه برتریت زه ترې یو عادي افغان چې د سړک پر غاړه باندې م ولاړ دی د خپل ځان د یو ګله ډوډۍ د پار کړه چې درکوي تر هغه روزانی والا هغه په کښته طبقه کې چې وینې تر هغه هم زه برتریت نه لرم نو زه ولې ولاړ سمه د خپل داس بله خبره دا ده چې هغه مینه چې زما ولس ماته راکړې ده دا مینه چې ده دا یو رقم متحدیت لري وخت چې تا ته ولس مینه درکوي بیا داسې یو حالت ته رسېږي چې ته کوښښ کوې چې هره ورځ د ولس په خوښه کار وکې او داسې یو کار وکې چې ولس نورم مینه داته درکړي اغه مینه چې ماته ولس راکی هغه په خارج کې ماته څوک نسی راکولای بل خبره دا ده دلته چې زه خپل ژوند دلته چې زه ژوند کوم هیڅوک ماته ماجر نسی ویلی خپل یواد مې دی بهر کې چې هر څومره پرمختګ وکړي یو وخت سوانی راوځي چې دی په پلانی کال باندې د افغانستان څخه ماجر راغلی بل څومره ورخ به ولاړ سو چې ولاړ سو که په ژوندي نه باندې را نسو په دغه مړی خو به م بېرته دا خاورې ته راځي دا ولسو دا تاریخ به بیا زما په مورد کې څه قضاوت کوي چې دغه کړله ډېر داسې وجوهات وه چې ولس څخه مې زړه نه دغه کېږي دا ولس د ولس مینه مې اوس یو رقم په وجود کې په اکسیجن باندې بدله شوې ده زه چې هره ورځ ده شهر ته ور وځمه د نیم ساعت دپاره زه سودا ته وځمه دوه ساعته درې ساعته په پلمبرداري او پاکسو کې د ولس سره سره تیریږي نو دونه ارزښت خو تا ته بل څوک په بل دغه کې نه درکوي په بل هیواد کې تا ته نه درکوي بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دلته مو الحمدلله خدای پاک سبب د خیر د خپلو بندګانو ګرځولي دلته مو یو چاته خیر ورسیږي او ډېر خلک دعاوې کوي درته په خارج کې نه تنه چې ارزښت تاته نه درکوي هلته څوک ضرورت هم ستا مرستې ته نه لري او ته د دغه امکاناتو د څخه هم استفاده نه شي کوي ځکه چې هلته امکانات ستا په لاس کې نه شي نو په لسهاو داسې وجوهات وه چې د بله اخري خبره هم دغه نوم یې غوښتله چې زما د کورنۍ په تاریخ کې دا ولیکل شي چې ولس په دومره لوړ مینه او اعتماد چې کوي هغه سړی خپل د ژوند د بقا په خاطر د سکون په خاطر باندې او خپل د کورنۍ د ساتنې په خاطر او د خپل ژوند د ساتنې په خاطر باندې په ډیرو سختو شرایطو کې خپل ولس ته نه پرېښوي او هغه هم د افغانستان څخه ولاړ نو مې وغوښتله چې یو تاریخي بدنامي د خپل ځان او کورنۍ ته بخیر سلامت باشین صحبت های بسیار ارزشمند و جالب را جناب وکیل صاحب داشتن
و از جمله شخصیتایی که به کشورشان، مردمشان و به خاکشان تعهد دارن و یک کشور مردم دوست دارن و در کشور خود ماندن. دوستو عزیز، صحبت‌های بسیار شیرین دیگه هم انشاءالله از وکیل صاحب داشته باشیم، اما قبل از او یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم، همراهی مان کنید. شما بیننده و شنونده برنامه داستان مهربان از شبکه جهانی تلویزیون خورشید هستید. دوستان عزیز، الحاج سید احمد سیلاب، مشهور به وکیل مجردان که در ابتدا اینجا وکیل اشاره کردن، در برنامه مهمان ما هستند و صحبت های بسیار شیرین را قبل از وقفه داشتن. خب جناب وکیل صاحب، شما در کنار دیگه فعالیت هایتون یک بنیاد خیریه هم برای بنیاد خیریه سیلاب تاسیس کردین. بله. سایر بنیادهای خیریه که فعالیت میکنن، مثلا مواد غذایی و خوراکی برای مردم، شما در کنار از ازدواج های دستجمیر هم برگزار میکنین و در کنار مردمتون در حالت بودین، چی انگیزه برتون سبب شد تا یعنی دلیل از چی بود که شما ازدواج های دستجمیر برگزار کنین و به سطح یک کشور و به سطح خارج از کشور انعکاس پیدا کنه؟ بسیار یک سوالی بجای و جالبه کردین. این یک راز بود و این میخوایم که این راز امروز افشا شود. بفرمایید. اول خب ما 22 برنامه داریم. بله. در بنیاد خیریه خود الحمدلله 22 برنامه داریم که امی در مسجد و در مکتب و مدرسه امی چای همیک هست و سیستمی ها جور کردن است. در بخش معرف کارتاسیا را بسته و کارتاسیا و چیزا را چیز میکنیم، توضیح میکنیم بر مردم بزاد، برای جوانای بی بزاحت، یتیما کمک اسکالرشیپ ها را میکنیم، تحصیلات عالی و نیمه عالی دیگه، در ایدا کالا و میوه ایدی و بسیار برنامه واسط است. ولی از کلگی برنامه کده، برنامه که ما خوش دم برنامه‌ای که ما خوش دارم، برنامه ها رسید است جمیز و او را خودم پیش میبرم. چون بعضی پامیلا هست، ما یک ایتیات میکنم که وقتی همی سفتنام میکنم، همی هیچ همکار ما در اتاق نیست، فقط هم دامات هستم، مادر دامات هست، پدر دامات هست، خوشو چیزش هست، بسیار گپای محرم هست که باید همونجا بمانده. بین اینا هم 7-8 سال 9 سال بسیار گپا شده و اونا دل خود سر یک دیگه خالی میکنه و باز از همونجا برای ما اطمینان میده که دیگه ما به تفاهم رسیدیم، برای ما پرما بیتی و کارت اوکی را بیتی برای ما. سالها پیش در کندار، در مبحث کندار چی شده بود؟ اعتصاب غذایی شده بود. باز اونا بندیا زندانیا چیز کار شرط گذاشته بود که سید احمد سیلاب هم باید در چیز باشه، در امی ایحت باشه. ما باز که رفتیم، امی کلگی خواستای امی زندانیا چیز بود، به جای بود. مثلا گفت که یک دانه تخم در بازار 2.5-3 افغانی است و این چیز برای ما به 10 افغانی میته. یک کیلو ماست به 10 افغانی است، اینجا برای ما به 40-50 افغانی میته. مثلا سر ما تلیپون میپروشه و یک هفته بعد باز به نام تلاشی از پیش ما میگیره و 2 هفته بعد باز پس به 5,000 و 10,000 و 8,000 افغانی سر ما میپروشه. مثلا گفت از خانه برای ما چیز میاید، نان میاید، یک میوه میاید، گفت اونا را 30 حصه اونا میگیره و 1 حصه برای ما میتر. مواد مخدر 50% از بازار کده، در مبس ارزان است و آسان پیدا میشه. این گپایی بود که گفتم این چیزا را ما میخوایم. باز ما که تایی حد شیشتیم خواهم کماندانی وقت پکر میکنم که از طرف های شمالی بود، بسیار مکتش تیزم رفتم. خب بالاخره امو ایحت با صلاحیت بود، امورم برطرف کرده و امو کانتیریش هم چیز کنم. وقتی که من میبرامدم، امی باشی بلاک جنایی آمد، گفتم باز جوان ها میخوای که شما ببینه. اونجا که من رفتم داخل بلاک شدم،
اونا چیز کرد که ما بچای چیز با او وضو نداریم به یک چای عمیق چیز. ما گفتم صبح 9 بجه انشالله امینجا کار برد شروع میشه از طرف بنیاد خیری خود ما برد می گفت که 1000 جلد کتابچه را کار دارم. ما گفتم 2000 جلد کتابچه را برد روان میکنم. گفتم چیزی ما برای ما کم ذره دوا را روان کو که امی چیزی ما را دوا پاشی کنه امی واتاکا. ما گفتم دوا را برد روان نمیکنم ولی رضاکارای بنیاد خیری خود برد روان میکنم. شاید ما خودم بیایم ما خودم من میدو واتاکای تن دوا پاشی می چون دوا ممنوع است ما به خاطر برتان داده نمیتن. بعضی کتاب ها به لستش داد امور ما گفت میرم از طریق بنیاد خیر. باز گفت که یک چند چیز از جوان از غریب است یک چند جوره کالا. ما گفتم که اما غریب نباشه لستی اونا رو برام بده. وقتی که من میبر آمدم یک جوان بود یک شعر سرود بسیار به یک آواز مقبول و بسیار یک شعر بود که بسیار خوشم آمد. بله اما استعداد فصاحت بلاغت زبانش. وقتی که من از چیز بیرون میشدم یک دفعه در ذهنم گشت من گفتم که خودت که یک انسان تشویشی است که اونجا رفتی باز فکر میکنی که کاش که از پیش پرسان میکردم که جرمت چیست. بله از همین جوان خوش چهره پرسان کردم دم از دیگه بندیا او را جدا کردم دم آخر بلاک بردم. من گفتم میشه یک پرسان بکنم؟ گفت مهربانی. من گفتم جرمت؟ گفت دوزی کردم. من گفتم بالفعل یا اتهام؟ گفت نه بالفعل مرا گرفت. من گفت چطور امکان داره استعداد یک جوانی با استعداد فصاحت و بلاغت که خودت داره و او یک دوز باشه میشه علتش پرسان کرده؟ گفت یک راز است مگم برای خودت میگم چون خودت زیاد دوست دارم. من گفت مهربانی. گفت تقریبا 8-9 روز به چیز مانده بود به ایدی مانده بود. گفت نامزادم برم زنگ زد که من کتی دختر خالی خودم چشمی دارم اگر مرا یک سوراخ سوزن و یک نخود از دختر خاله ما بریم ایدی را کم آوردی دیگه بی غیرت مرا طلاق بده. بله گفت ما در خانه چیزی نداشت سر دوستا گشن سو دوستام کمک نکرد. بالاخره مجبور شدم موتورسیکل هم سنفی خود دوزی کردم. وقتی که دوزی کردم گفت گیر نشدم در پروشش گفت گیر شدم. ما که آمدم این گپ برای ما بسیار درد داد. باز از پیش پرسان کردم که خب کیسی خودی چند نفر دیگه هستن؟ گفتی دیگه اگه برد بگویم بیشتر از 60% هست که یا به خاطر تویانا یا به خاطر براتی یا به خاطر همه هر جنایتی که اینجا کده همه جرمی که کده اساس و بنیادش از تویانا و از براتی و از خواستای چیز است. باز از اون به بعد ما امی مبارزه را شروع کردیم دیگه ما عروسای دستجمی که امی تویانه از بین بره و امی خواستای ظالمانه خسور و خوشو از بین باز از همینجا شروع کردیم. اساس و بنیادش از امو بندی بود. بله تشکر بخیر سلامت باشین یک انگیزه خوب داده شعرشان. خب جان وکیل صاحب شما چندین مرحله از دواجه دستجمی را برگزار کردین و همیشه از طریق صفحات مجازی هم مردم شما را تعقیب میکنن و مرحله به مرحله را با مردم شریک میسازین. یک خاطره بسیار جالبتون که ازدواجه دستجمی داشته باشین که شما را خوش ساخته باشد و یک حالت و انگیزه و خاطره که سبب آزردگی شما شده باشد در ازدواجه دستجمی چی بوده؟ قبل از اینکه شما پاسخ به سوال بتونین یک وقفه کوتاه داریم. دوباره برمیگردیم تمنای همراهی شما عزیزان را داریم. برنامه دستان مهربان از شبکه جهانی تلویزیون خورشید هستید. دوستای عزیز صحبت‌های بسیار جذاب و خاطرات شیرین وکیل صاحب در قبل از وقفه شنیدیم با هم و جناب وکیل صاحب سوالی که مطرح کردیم که یک از خاطرات بسیار شیرینتان و یکی از لحظاتی که بسیار سرتون تاثیرگذار بود و غم انگیز بود از ازدواج دستجمعی مختصراً به ما بگین. چندی پیش از ولسوالی سنگین یک جوان برم زنگ زد. فکر میکنم نمیفهم یک نیم بجه بود دو بجه شب بود که من تلفن رو اوکی کردم. من عادت من اصلا تلفن خاموش نمیکنم. من میگم نه شب خدا نخواسته یک مشکلی برای کس پیدا نشه با یک اوکی ما مشکلش حل میشه.
د ایک دشنام داد ایک دو زاد ایک دشنام داد که بیخی ما ایک دوی نو بود که من در زندگیم نشونیده بودم. باز برش گفتم که جان برادر ای تو نو شماره را غلط کردی. گفت نه غلط نکردم. ما گفتم که ما به خوبی و به بدی پامیدم از طفلکی تا به حالی که بیادم است ایک درد برای کسی ندادم که ایک دشنام یک کسی برم بته. دیگه به این خاطر میگم که شماره را غلط کردی و ترس و ایراس از این دارم که قلب تسر من خالی کنی و اما اصلی آدم که او میخوایی که برش در بزنی او از پیش بمانه مفت از پیش بمانه. گفت وکیل مجردا نیستی؟ من گفتم که مهربانی چی خدمت کردم میتانم؟ مرا از خواب بیدار کردی و ای کدام خو ظالم ناجوان بیغیرت تو خواب میکنی؟ ما گفتم خیلی چی بکنم دیگه خم میگم از مجردی مردم تو قرار خوابی تن میکنی؟ ما اینه در سر کو چی شدیم بالا شدیم از سر کو اینجا در کریه ما تلیپون صحیح کار نمیکنه در سر کو بالا شدیم از همونجا برد زنگ زدیم. گفتیم روز عروسی دو بچه کاکایم بود بسیار دلم درد کرد بسیار با مشکل همی تلیفون تا پیدا کردیم همی غیم مرم با ما گفتم با او ادبیاتی که تو از پیش من خواست دیگه ای جالبترین خاطره ما بود انشاءالله من یک کمک میکنم. باز شامل شانسا نی او بسیار دور بود او بسیار دور بود و برش وعده کردیم که تو یک دفعه نامزاد شد که باز ما برات کمک کنیم. ولی خود نامزادم نبود. نامزادی هم سر شما این کم دیگه بچه کاکای خود دیده بود گفتی شده بود که 3-4 سال از او کده خورده است که عروسی بکنه و این مانده چیز. یکی جالب بود که یک کسی سر تخم مرغ نام مرا نوشته کرده بود ای را باز در میسج روان کرده بود. ما ای را در سپی خود بالا کردم که هر کس که ای نام سر چیز نام مرا سر تخم نوشته کرده باشه امورا من در لیست عروسی دستجمعی پاوکلاده چیز میکنم داخل میکنم نامش نوشته میکنم. بیشتر از چند هزار نفر دوی نوشته را کرده بود. هر کس نوشته کرده بود که ای را من نوشته کرده بودم. و در داور زندگی ما پر از درد است. هر روز که یک درد نو روبرو میشیم. بعضی وقت ما یک درد یک بیوه و یتیم و یک غریب میبینم یک جوان میبینم که او لیسانسه و ماستری داره. من فکر میکنم که از این قدر دیگه درد افغانستانی در دنیا شاید زیاد نباشه. ولی نفری بعدی که باز روبرو میشم باز او یک درد داره که او را باز پراموش میکنم. باز دیگر را که میبینم باز دردی او را که میبینم باز دیگر را پراموش. یعنی هر روز یک دردی نو با تریکی نو و یک دردی که آدم شکنجه روحی و روانی میده. ولی یک چند پیش چند روز پیش بسیار جالب بود که همه داماد و خسر و خوشو و پدر داماد و مادر داماد آمده بودم اونجا که به خاطر ثبت نام وقتی که ما برای چیز کردیم باز همی چیز گفت که خو اما دیگه چیزایی که ما امضا کردیم او را که برای ما میته. ما گفتم نفهمیدم. گفت ما لیست امضا کردیم اما لیست نصف لیست شما چیز کردیم یاداشت کردیم یک دانه توک کلان تلا و 6 دانه چوری تلا 35 جوره کالای پنجابی مدل نو 22 جوره کالای مردانه و واسکت مردانه ده بوجی برنجی 50 کیلویی سیلای اول ده بوشکه روغن 20 لیتره دو خوربار چوب یک دانه تخت خواب سلطنتی یک دانه الماری سلطنتی و و یک کاوچ هفت نفری سلطنتی 10 کیلوش چای سبز 5 کیلو چای سیاه 5 سیر شیرینی 20 کیلو چاکلیت کاکاوی اول 6 منزل کیک عین مصب پیراهن سبز برای شب خینه ماکسی و پیراهن سپید به خاطر روز عروسی برای داماد و عروس وسایل آرایش 20 زن کتی چیز کتی زنا در آرایشگاه میره. این نصف لیستش بود. کدام سوپرمارکت جور میکرد؟ نصف لیست باز همی خب بسیار وزروزاری برش کردیم باز همی
داماد بسیار گریه کرد، از اندازه که در زیاد گریه کرد، گفت 15 سال پیش من لیست خواستی، اگر ما می داشتیم خب 15 سال در نامزادیم تیر نمی شد، 15 سال بعد هم این اما علی چکم 40 ساله شدم، 38 ساله شدم و دخترتم 35 ساله شد، برای ما جزای کدام گناه را شما میتین که تا این اندازه ما را درد میتین؟ بازی قبول نکرد، گفت کمی 100 سالم ششته باشد چیز است امیل لیست هستم، گپی ما یک گپ هستم بسیار برای در دوار و رنجاور یه بود که امی داماد اگر نیم من خیستم دستای شماچ کردم، لیش شماچ کردم، پیشانی شما، لنگوتی شماچ کردم، اتا پایای شماچ کردم کمی سر امی دختر رو سر امی داماد ترحم کن، ما به این خاطر امی پایای شماچ کردم، ما گفتم که خدا بزرگ است اگر به می پای ماچ کردنی ما ای کم ذره در دلش رحم بگرده که یک کسی هست که ما در زندگی ندیدیم، نه از قوم ماست، نه از خشای ماست، نه از زبان ماست، دیگه سرش یک رحم در دلش رحم بگرده و ای را کم ذره کتش جور بیایه و از امین جا اوکی برش بتیم. خوب چیز نکد، بسیار دردوار و رنجاور ای بود برای ما که امی داماتش گریه میکرد، پایایش محکم گرفته بود و ای امی تو روان بود در زنا و او در زنا امی تو برش می که در زنا برش میفته. ای بر من بسیار اگنی بسیار درد ما دیدیم، ای تو جایا رفتیم از یک خواهر بیوا ما پرسان کردیم که شوهر چی رقم مرد، میگه دیگه خبر نیستم، فقط یک توته گوشت ده چیز آورد تابوت آورد، میگه ای جسد شوهر چاست، از دیگهش پرسان میکنم بسیار، یعنی تو جایا ما که کمک میکنیم که از امو چیز میایه، امو خواهر بیوه میایه، برای ما میگه که اوش کنی که از دانت نبرایه که شوهرت مرده، اولاده هم تا بالی خبر نیسته که اونا یتیم شده، ما برش گفتیم که پدرت در ایران رفته برای چیز، و این کمک که کتی ما میکنی بگو که پدرت ایره روان کرده، نگو که از طرف شما چیزه، اینا دردا واقعیت رو یعنی تلخ جامعه ولی این جوان بسیار درد داد که در زینه یه چیز میشد، در زینه همی خسورش چیز میشد و این پایهاش محکم گرفته بود در زینه میفتید، این بسیار برم درد آورد و تا آخرم از گپ خود امو آدم نه و ریش سپیدم بود و ما یک پرسانم از پیش کردم، مگم کنم خدای دانا توانا و بزرگ که بهمی خواستای خودت عمر بتا چی که وقت دیگه تو را زنده نگاه کنه؟ بله بخاطر کی چیز؟ ای تو مردم ما دیدیم بسیار زیاد که از دامات خود خواستار چیز کرده، اتا زمین از پیشش گرفته، دکندار یک خسر بود از پیشش زمین گرفت در توینه، سه روز بعد چیز مانده بود که باروسی دست جمعی مانده بود که ما به داماتش زنگ زدم، من گفتم که بیام کالای خودت و عروسی تا ببر، گفت والا عروسی ما ماند، من گفت چی؟ گفت خسری ما مرد. ما همین تایران مادم که خدای چی که بزرگ هستی که برای ما ده هیچ چیز ده دنیا بدون حکمتت نیسته، تو ببی که ده هیچی که یک حکمتی بزرگ است که برای ما عمری ما معلوم نیست که چی وقت میموریم و تا چند سال زنده استیم و تا چند دکه و تا چند ساعت زنده است، و یک چیز بسیار جالب برای ما این بود که خو برای دمی در روز ای برای کی جمع میکرد امی زمینه که گرفت، امی که ظلمه که کرد که ما برش عذرگزاری کردیم که امی زمین از پیشش نگی، زمینی خانه است بسیار به مشکلی خریده، ای برای کی جمع میکرد دمی در روز ای برای کی جمع میکرد؟ ای یک سوال بود برای تشکر، بخیر و سلامت باشین، واقعا که صحبت های شما بسیار شیرین است و هر قدر که ما شما بشنیم خسته نمیشیم. دوستو عزیز، امیدوار هستم که رسم و رواج های خرافاتی و کمرشکن انشاءالله یک روز از جامعه ما شما بهکن شود و بتوانیم مطابق قوانین اسلامی در جامعه خود در مسائل ازدواج و مسائل اجتماعی آسان گیری کنیم. خب در این قسمت از برنامه یک تن از مادرای از سرزمینه که در فقر و ناداری و سختی های بسیار زیاد زندگیشان سپری کردن با خود داریم. سلام مادر جان، وقتتون بخیر، تشکر از اینکه حضور پیدا کردین در برنامه، خوش آمدید. خوش باشی، زنده باشی، بهت باشی. شما در کجا زندگی میکنین؟ در خانواده چند نفر دارین؟ چه مشکلات دارین؟ در بگرومی زندگی میکنیم، شش اولاد دارم، دیگه خودم پدرشم در 3 سال پیش در متاد بود مرد. شما به تنهایی سرپرستی 6 طفل یتیم میکنین؟ آه. و خودتون کدام مصروفیت، کار و بار چیزی دارین؟ نه، تو چیز ندارم. تا کنون از طرف کدام نهاد، بنیاد، کدام کس امرای شما کمک
کرده یا نکردن؟ نه کدام جای کمک کرده اگر چیزی روغن چیزی کتما کمک کرده حالا. بله. پیامتون به کسایی که در داخل کشور و خارج از کشور همترانی ما که برنامه ما رو تماشا میکنن چی هست که اونا همراه شما کمک کنن و به کسایی که توانش دارن دوستایی که همراهتون در یک منطقه زندگی میکنن؟ اونم چیز که از واسه مردم شو خداوند ثواب کل مسلمان کنه دیگه، چیز که رضای خداوند است کمک میکنه. بله. چاره داره. تشکر. دوستو عزیز، شما میتونین از طریق پلا ارتباطی که در اسکرین تلویزیونتان تماشا میکنین با برنامه دستان مهربان وصل شده و کمکایتون از داخل و خارج از کشور با ما انشاءالله میتونین ارسال کنیم و ما به هموطنان مستحق و نیازمند خود میرسانیم. برنامه دستای مهربان انشاءالله پل ارتباطی خوب بین اغنیا و فقرا است. خب آقای صاحب، برمیگردیم به شما. واقعا که صحبت های از اینا و صدها یک نمش نمونه خروار مثال از صدها و هزاران وطن دیگه ما شما هستند. در مجموع فقر و بیکاری و بحران اقتصادی در کشور ما شما بسیار زیاد شده است و از حالت کنترل هم بیرون شده است. پیام شما به اولیای امور، زمامدارای امور، کسایی که در رأس قدرت هستند چی هستند؟ اونا باید چی راهکارهایی را در پیش رو بگیرن تا بتونن حداقل وضعیت کنترل کنند؟ ولی وضعیت از او که بسیار یک رقم گډوډ شده که بله. ما در موردش فکر بکنیم یا صحبت بکنیم. هر څه یو دم پیش سوله، فقر و غربت و بیوزلی و د اقتصادي بحران و د بانکونو بندیدل، د پیسو سرکل بندیدل او د دې وڅنګ ته وچکالی او د افغانستان و محصولات ته د بازار نشتون، د حکومت د منځ تلل، د نیمزام د منځ تلل، دا ټول یو دم سره را پیش سوله. که یو څه صادقانه ووایي، دغه فقر و غربت و دغه بېروزګاري مخکې موږ د نړۍ په ډېر لوړ د جدول په سر کې وو، او دا هر څه زموږ د خپلو بې انصافیو د لاس څخه ده. څلوېښت کاله نارینه د منځ څخه تللي دي او ښځې پاته سوي دي. په هر رقم باندې که اصول ورته وضع کېږي، که طرزالعمل ورته وضع کېږي، ښځو ته باید د کار زمینه مساعده سي، ځکه زه یو دوه او پنځه او زر او دوه زر او پنځه زر ولس نه په زرهاو کورنۍ داسې پېژنم چې بیخي په کور کې نارینه نه لري. شپږ ښځې، اووه ښځې، یوه شپږ اووه نجونې، یوه مور یا اناوې یا د کورنۍ بل څوک ښځه یې ننورې. داسې په زرهاو کورنۍ په څلور دېرش ولایته د افغانستان کې سه چې د خپل کورنۍ ننورې. تر ټولو مخکې باید و ښځې ته د کار زمینه مساعده سي، هغه چې په هر ماحول کې وي، که هر څومره اصول ورته وضع کوي ورته وضع دي کې، خو د کار زمینه دي ورته مساعده، تر څو چې دوی خپل په کار په لاس باندې یو ګوله ډوډۍ ورته پیدا کړي. دوم یې د تحصیل زمینه ده. د یو نارینه علم د هغه نارینه پورې اړه لري، د یو ښځې علم د هغه د ټولې کورنۍ علم دی او د ټولې جامعې علم دی. که علم بهتر دی، تربیه هم تر علم کمتره نه ده. نو یو تعلیم یافته مور ډیر فرق لري تر یو بې تعلیمي مور. تعلیم و تربیه ډیر فرق لري. د علم زده کړه د لوی مهربانه بینیاز او سر ځواکمن الله جل جلاله امر دی، د پیغمبرانو سنت دی او زموږ نن ورځې اړین او حیاتي ضرورت دی. باید د علم زده کړې دروازې د ښځو پر مخ باندې خلاص سي، او که خلاص نه سي، دغه خور یا دا لور دغه قرآن عظیم و شان یا اسلامی امور یا لمونز او یا هم نور اسلامی احکام په کوم ځای کې زده کړي، باید د علم زده کړې زمینه ورته مساعده سي. او الحمدلله موږ یو اروپي ټولنه یو، دا د اسلام د اوس څخه موږ ته نه دی راغلی. موږ د څوارلس سوه کاله مخکې څخه مسلمان یو، څوک دې د دې دعوا نه کوي چې اوس موږ ته اسلام یو چا موږ مسلمانان کړي. تاسو وګورئ، په یو څو که بې اجابه ښځې په افغانستان کې ګرځي، هغه په دې معنا باندې نه دي. اول خو هغه بې اجابه ټول ووتلې، اکثر ووتلې. هغه یو څو چې هم پاته دي، هغه هم په دا رقم دوم په دې اندازه باندې بې اجابه نه دي چې هغه بیخي د اسلام د چوکاټه څخه ته باسي. نو باید هم د کار زمینه ښځو ته مساعده سي. دا دې خورکۍ چې وویله چې زه د شپږو تنو یتیمانو سرپرستی کومه، د دې په رقم باندې په زرهاو داسې کورنۍ دي چې ډېر دردونکي، ځورونکي او کړونکي حالات لري. او بله خبره دا ده چې
اوس باید حکومت تم یوازې ګوته ونه نیول سي او یوازې حکومت باندې هم تکیه ونه سي، باید نړیواله ټولنه، ولس او حکومت درې سره لاس په لاس کې ورکي او دغه پیلي اقتصادي بحران کنټرول کنی. یوازې د نړیوالې ټولنې د واسه څخه هم تیره ده، یوازې د حکومت د واسه څخه هم تیره ده او د ولس د واسه څخه هم تیره. بله متاسفانه، تشکر، بخیر باشین. خوب دوستو عزیز، در لحظات پایانی برنامه قرار داریم. ما تشکری میکنم از شفاخانه استوماتولوژی الماس که برای از مادر جان که در برنامه آمدن یک کارت سی تداوی رایگان یک ساله است که انشاءالله میتونن خود و اعضای خانواده شون جا به شکل رایگان تداویش، همچنان از بنیاد خیریه یاسم که برای برنامه امشب مواد غذایی شامل آرد، برنج، روغن و غیره مد نظر گرفته. ما اینا رو تسلیم حاجی وکیل صاحب میکنم و اینا چیزی که مد نظر گرفتن انشاءالله میگیرن و به می مادر جان تسلیم میکنم. بفرمایید. ایم از طرف امو شفاخانه است، ایم از طرف بنیادی خیریه سیلاب است، برگ سبز طبقه داره شما. تشکر بکنم، بخیر باشین. خب دوستای عزیز، این بود برنامه امشب که تقدیم شما اجزا کردیم. برنامه از حد معمولی نشرات بیشتر شد، شما میتونید برنامه مکمل در یوتیوب هم تماشا کنید. تا دیدار بعدی و برنامه بعدی، همه شما را به الله یکتا به همتا میسپارم. اوقات به کامتان. الله نگهدار.